یکی از کارهای رژیم ولایت‌فقیه لجن مال کردن و بعد هم به ابتذال کشوندن همه مفاهیم و ارزش‌های دنیای متمدن مثل آزادی، عدالت، دموکراسی، جمهوری و همین انتخابات است. انتخابات توی رژیم از همون اول که اینا آمدن سر کار نمایشی و مبتذل بوده، اما این بار دیگه تقریبا ابتذال رو به نهایت رسوندن و انتخابات شده بازیچه چند تا دلغکی که میارن نشونشون میدن، تا جایی که حتی صدای آدمای خودشون هم اینجوری در اومده. ولی ما از دوره مال در واقع دوره ای رو توی پسا انقلاب میبینیم که بازرگان در واقع رجل سیاسیش بوده. امروز جدال انتخاباتی ما بین جلیل محبی و رائفی پوره، اونم به مبتذل ترین شکل و سخیف ترین گونه ممکن. نهاد انتخابات و امر سیاسی به چنان ابتذالی دچار شده که آقایی که معروف به استاد فلان هست حالا شده لیدر انتخابات، همون کسی که نشانه های قبلا کارش این بود که از اعداد و ارقام و عکس ها ماسون پیدا کنه، فلانباسون پیدا کنه، شده لیدر سیاسی، عمل سیاسی تنظیم میکنه. یعنی امر سیاسی به یک ابتذالی دچار شده. بله، این آش خامنه ای به قدری شور شده که این دلغک مورد اشاره خودش هم حتی اومده به این سیرک انتخابات معترض شده و پته بقیه رو اینجوری رو آب ریخته. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شرکت های سهامی میان لیست میبندن، بعضن افرادی، بعضن جریاناتی، بعضن احزابی که حقیقتا شهرک سینمایی هن، اسمن فقط، در رو که باز میکنی پشتش خبری نیست. حالا این بابا خودش یکی از همون شهرک های سینماییه که اگه در دکانش رو باز کنین هیچ چیزی جز دجالگری و دلغکبازی پشتش نمیبینید. این نامردی سیاسیه که شما هشتگ درست کنی، فوش بدی، استدلال که بلد نیستی، فقط فوش بلدی و دلغکبازی دیگه، با فوش و دلغکبازی بخوای مصر مردم رو شیره بمالی. خب حالا تو این بازار مکاره که عده دلغک شدن میدوندار نمایش انتخابات، یه مشت دزد و رجالم اومدن خیز برداشتن که برن توی استبل خامنه ای و توبره خودشون رو پر بکنن. به همین خاطر هم هست که به جای اینکه بگم برنامهشون چیه، شروع کردن به چاخان گفتن و دلغک بازی در آوردن. ما 80 نفر از متخصصین برتر دنیا وارد خاک ایران شدیم، تمام آرزوهای خودمون رو کنار گذاشتیم، از دانشگاه MIT، از دانشگاه استنفورد، مدیر ارشد اپل، مدیر بنز، اومدیم ایران برای ایران. کاندیدات 5 10 His name is Siddhi Parsabhan. In the name of God, I am Nemati, Kutitalat, candidate of 5th term, dear, his name is Siddhi Parsabhan.